سلام، علی هستم. شهره هستم. امروز میخوایم در مورد رمزگذاری با شما صحبت کنیم. حتما کلمه رمزگذاری رو خیلی زیاد شنیدیم. اما واقعا رمزگذاری یعنی چی؟ به چه دردی میخوره؟ چجوری کار میکنه؟ و چرا مهمه؟ و خیلی سوالای دیگه که بخشی از اونا رو میخوایم امروز براتون پاسخ بدیم. اگر خیلی ساده بخوایم بگیم رمزگذاری یعنی چی؟ رمزگذاری دو تا معنی داره. یکی اینکه یک داده رو از حالت خیلی واضح و آشکار به حالتی در بیاریم که با آسونی قابل شناسایی نباشه، مگر اینکه بدونیم چجوری اون رو به حالت اولیه برگردونیم. معنی دوم رمزگذاری اینه که برای یه داده قفل بذاریم تا کسی نتونه به اون دسترسی داشته باشه. اما اجازه بدید کمی علمی‌تر در مورد رمزگذاری صحبت کنیم. داده‌ای که رمزگذاری نمیشه پلین تکست و داده‌ای که رمزگذاری میشه سایفر تکست. برای شکستن رمز ما نیاز به یک کلید داریم و کسانی که اون کلید رو دارن میتونن به داده دسترسی پیدا کنن. اما همیشه یه مشکلی وجود داشته، اینکه ما چطوری کلید رو به صورت امن به دست گیرنده برسونیم. اگر میتونستیم کلید رو به صورت امن به دست گیرنده برسونیم، خب خود داده رو میرسونیم و اصلا نیازی به رمزگذاری نداریم. به همین خاطر دو روش رمزگذاری وجود داره، یکی روش رمزگذاری سیمتریک و یکی روش رمزگذاری به روش کلید عمومی و خصوصی. در روش رمزگذاری سیمتریک که قدیمی تره، کلید رمز کردن و شکستن رمز یکسانه و بازم با همون مشکلی برمیخوریم که از چه راه امنی این کلید رو به گیرنده منتقل کنیم. روش دوم روش رمزگذاری به روش کلید عمومی و خصوصیه که در این روش ما دو تا کلید داریم، یکی کلید عمومی که در دسترس همگان قرار داره و یکی کلید خصوصی که هر کس کلید خاص خودش رو داره. در حقیقت در این روش کلید رمز کردن و رمز شکستن یکسان نیست، بلکه از انطباق این دوتا با همه که رمز گشوده میشه. رمزگذاری امروزه خیلی کاربرد داره، از اینترنت و ترافیک اطلاعات در وبسایت ها و سرور ها گرفته تا اپلیکیشن های ارتباطی و قفل کردن فایل ها در گوشی ها و کامپیوتر. وقتی میشنوید که وبسایت به جای HTTP از HTTPS استفاده میکنه، به این معناست که اطلاعات شما بین مرورگر شما و به سرور مربوطه رمزگذاری میشه. یا مثلا وقتی میشنوید که اپلیکیشن هایی مثل تلگرام، شوسپار، سیگنال و ردفون از رمزگذاری استفاده میکنن، به این معناست که اطلاعات شما محفوظه و کسی نمیتونه به اونا دسترسی پیدا کنه. اگر کسی بتونه بین شما و سرور یا فرد مقابلتون قرار بگیره و به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنه و اونا رو بدزده، اصطلاحاً میگن حمله مرد میانی یا من این دی میدل اتفاق افتاده. به همین دلیله که رمزگذاری خیلی جدی گرفته میشه و سطوح مختلفی داره. وقتی که یه سرویس از روش رمزگذاری سرور به سرور استفاده میکنه، یعنی اینکه هیچ کس نمیتونه به اطلاعات بین شما و گیرنده دسترسی پیدا کنه جز شرکت ارائه دهنده اون سرویس. ولی وقتی که از روش رمزگذاری end to end استفاده میکنیم، هیچ کس حتی شرکت ارائه دهنده سرویس نمیتونه به اطلاعاتی که بین شما و گیرنده رد و بدل میشه دسترسی پیدا کنه. نکته آخری که بد نیست بدونید اینی که در آخرین اقدام مثبتی که شرکت های اپل و گوگل داشتن، رمزگذاری رو به صورت دیفالت در سیستم iOS 8 و اندروید لالیپاپ فعال کرد. خب این به چه معناست؟ وقتی که شما رمز ورود به گوشی رو فعال میکنید، اطلاعات گوشی رمزگذاری میشه و اطلاعات شما داخل گوشی تنها با رمز ورود به طور کامل محافظت میشه. اگر اطلاعاتتون براتون مهمه، اگر نمیخواین به دردسر بیفتین یا اطرافیانتون رو به دردسر بندازین، باید حتما از برنامه‌هایی استفاده کنین که از این روش رمزگذاری استفاده میکنن. اگه میخواید در مورد رمزگذاری بیشتر بدونید، با کارشناسای ما در وبسایت توانوتک و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر تماس بگیرید و پاسخ سوالای خودتون رو دریافت کنید.